با سلام، سروش صدر هستم با قسمت سوم از آموزش شیگرایی یه جلسه 18 همه ما میشه. خب ما اومدیم و یه کلاس پرسن ایجاد کردیم. من همون کلاس رو به این پروژه هم اضافه کردم، همچنان نیم اسپیس استیشن 16 هستش و پارت 1، و خب تغییراتی که داده بودیم یک تاریخ تولد اضافه کردیم و یک سری شرایط رو هم اومدیم و چک کردیم و دیدیم که خب این در واقع فیلد هایی که ما داریم در واقع چه کاربردی میتونستن واسه ما داشته باشن. به این فیلد ها در اصطلاح میگن فیلد های پشتیبان یا بکینگ فیلد، که حالا امروز قراره که یکم بیشتر باهاشون در واقع آشنا بشیم و روش های جدیدتری رو هم توی تعریف پراپرتی هامون ببینیم. اتفاقی که میفته، من اینجا یک کنترل ام او میزنم. او باز این اومد اوپن فایل کرد. خب کنترل ام او رو فعلا حالا از کارش نداریم، دستی باید فعلا جمعش کنیم. خیلی خب، ما یک سری پس فیلد های پرایویت داریم، یک سری پراپرتی داریم که تعریفشون کردیم اینجا، اطلاعاتشون الان کامل مشخصه. اما من توی جلسه اول بهتون گفتم این تا سال 2005 ما این شکلی این کار انجام میدادیم، زمانی که ویژوال استودیو 2005 بود، داتا فریمورک 2 بود، تنها روشش به همین شکل بود، میومدیم فیلد تعریف میکردیم و پراپرتی. خب اما از سال 2008، از ویژوال استودیو 2008 و داتن فریمورک 3، یک روش جدیدی هم به ما در واقع گفته شد و دیدیم که میتونیم از اون روش هم، یعنی امکانش در اختیارمون گذاشته شد و تونستیم از اون روش هم استفاده بکنیم. بریم ببینیم که اون به چه شکل هستش و ما چه شکلی میتونیم بیایم و پراپرتی هامون رو و فیلد هامون رو مدیریت بکنیم. الان ما پراپرتی هایی که داریم، خب اینا همینطوری باشن دیگه، اینا رو دست نزنیم، اسم و فامیل و دیت تایم و تاریخ تولد. حالا یک پراپرتی دیگه هم اگر بخوایم به این اضافه بکنیم، خب مثلا میتونیم کد ملی رو اضافه بکنیم. اوکی، کد ملی اجنسی باید باشه، اجنس استرینگ باید باشه، چون ممکنه که اولش صفر داشته باشه، شما نمیتونید اینت بذارید بعد میخواین حتما 10 تا رقم باشه، 10 تا کاراکتر باشه. با استرینگ خیلی راحت تر میشه همه اینها رو مدیریتشون کرد. من این بار نمیام دیگه براش یک فیلد خصوصی تعریف بکنم. میام چی کار میکنم؟ میام میگم که پابلیک و خب استرینگ، اسم کد ملی رو هم معمولا SSN در واقع میذارن، سوشال سکیوریتی نامبر. و خب حالا من الان هیچ فیلد خصوصی ندارم، پس چی کار باید بکنم؟ خب اولا که خب پراپرتی یه بلوک داشت، گت با بلوکش بود و ست با بلوکش بود، که ما توی این بلوکه میامدیم ریترن میکردیم و ولیو رو داخل اون فیلده میذاشتیم. اما الان که اون فیلد رو نداریم، خب پس چی رو ریترن کنم یا ولیو رو داخل چی بذارم؟ بس بلوک هم نمیخوام، بلوکاش رو حذف میکنم و سمیکالن میذارم. به همین راحتی در واقع اگر اینو بخوام براتون مرتب تر بنویسم، این شکلی میشه. یه کنترل کاری هم بزنم. اوکی، پابلیک استرینگ SSN گت و ست. به همین راحتی این میشه مثلا کد ملی اشخاص. حالا اون جریان 2005 و 2008 و اینا چی بود؟ این فیلد پشتیبانی که بهتون گفتم چی بود؟ اینا رو بریم حالا به یک در واقع شکل دیگه همشون رو نگاه بکنیم. خب ببینید، مطمئنن شما از یک ابزار به این قدرتمندی مثل ویژوال استودیو انتظار ندارید که یه جاهایی کمکتون نکنه. مثلا ما یادتون میاد دیگه، مثلا فور میزدیم، دوبار تب میزدیم، کلی برامون کد مینوشت. فور ایچ میزدیم، باز به همین شکل دوبار تب میزدیم،
سویچ و کیس میذاشتیم باز به همین شکل. خب دیگه شیگرایی و کلاس ها و پراپرتی ها و اینا مطمئنا برای اینها هم یک در واقع راه حلی برامون گذاشته. من میام به این شکل در واقع کار ادامه میدم، این نیستم پراپ فول. پراپ فول یه کد اسنیپته چراش میابونش که خب من میخوام این توضیحاتش بیاد. خیلی خب اینجا میام نمیدونم. یه کد اسنیپته که میگه که برای پراپرتی ها و بکینگ فیلد ها هستش، یعنی خصوصیت ها پراپرتی های پابلیکمون و فیلد هایی که پشت سر پشت صحنه از اینا ما استفاده میکردیم و یا ریترنشون میکردیم یا یک ولیو رو بهشون میدادیم. اوکی خب من پراپ فول رو اینتر میکنم و دوبار تب میزنم. همینطور که میبینید به این شکل براتون یه چند خط کدی اومد و نوشت. اولا خودش نوشت پرایویت. پرایویت این مای وریبل متغیر. اوکی. حالا فرقی که با ما داره اینه که آندرلاین نذاشته و اسمش گذاشته مای وریبل. اوکی. پابلیک اینت مای پراپرتی. اما به این دقت بکنید اینجا هم کمله. یعنی اینجا نیومده با حرف بزرگ شروع بکنه. خود سی شارپ خود ویژوال استودیو یه همچین کاری نکرده. پس ما هم واقعا نباید همچین حرکتی بزنیم که حالا من جلوتر هم میگم که چرا ما آندرلاین هم براش میذاریم. مای پراپرتی پاسکال ریترن کن اون مای وریبل رو و ولیو رو داخل مای وریبل قرار بده. یعنی شما خیلی راحت میتونید با پراپ فول دوبار تب اینو برای خودتون ایجاد بکنید و با تب هم حالا میشه روش حرکت کرد. یعنی من اگه همون اول به همش نریزید و باهاش بلافاصله کار بکنی پراپ فول دوبار تب، حالا با تب هم باز میتونید بین اینا حرکت بکنید. یعنی من الان مثلا میگم که آندرلاین مثلا صدری مثلا حقوقش، با یه تب همه اونا خودشون درست میشن. بعد میاد روی این وای میسته، این هم این شکلی شد و دیگه باز با تب بینشون حرکت میکنه. کارتون که تموم شد اینتر میکنید، میاد پایین، دوباره میتونید بین سراغ فیلد و پراپرتی بعدیتون. خب پس این از این در واقع حالت که دیدید، من فقط میام اینو به حالت اولیش براتون کامنت میکنم و نگرش میدارم که حالا بدونید این به چه شکل در واقع ایجاد میشد. اولا که این پراپ فوله، ثانیا اینم بدون اینکه اسمهای پیشوردش رو تغییر بدن همه رو براتون کامنت میکنم. خیلی اما این روشی که الان به این شکل ایجاد کردیم چی؟ به این چی میگن و در واقع این رو چه شکلی میشه ایجاد کرد و کد اسنیپتش چیه؟ این پراپ تنهاه، پراپ فول نیست، پراپ معمولی پراپ. یه کد اسنیپتی هست برای پراپرتی هایی که به صورت اوتوماتیکالی خودشون ایمپلیمنتد شدن، پیاده سازی شدن. پس اینا اوتوماتیکالی ایمپلیمنت پراپرتی هستن، پراپرتی ها که به صورت اوتوماتیک اومدن و ایمپلیمنتد شدن. و میگه لنگویج ورژنش، ورژن زبانش از سی شارپ 3 به بالا بوده. سی شارپ 3 به بالا در واقع میشه همون ویژوال استودیو 2008 به بالا و قبل از اون قضیه وجود نداشت. خیلی خب حالا با اونش کاری نداریم، فقط اسم ها بالاخره لازم میشه که بدونید و حالا اگر یک جا صحبتش شد بدونید که اینا چی هستن. پراپ دوبار تب خیلی راحت، همون چیزی که مثل SSN نوشتم، int my property، و باز با تب میتونید بین اینا حرکت بکنید، مقدار که دادید اینتر بزنید و برین سراغ پراپرتی بعدیتون که خیلی سریع براتون این کارو انجام میده. این رو هم میزنم پراپ، کد اسنیپتش هست و این رو هم حالا چون یه خطه همین شکلی کامنتش میکنم. خب این هم از این در واقع نکته. پس ما اومدیم شناختیم که دو مدل میتونیم پراپرتی هامون رو تعریف بکنیم، با فیلد پشتیبان یا بدون فیلد پشتیبان. اما اگر جایی میخواین این شرایط رو چک بکنید، یه همچین مقادیری رو میخواین چک بکنید توی ستتون، خب باید فیلد پشتیبان داشته باشید. اینطوری راحت میتونید این کار رو انجام بدید.
اما اگر داخل این کلاستون نمیخواید این کار رو انجام بدید، خب چه کاریه که شما به یک فیلد تعریف بکنید بعد یک پراپرتی؟ اگر واقعا فقط میخواین که توصیفش بکنید، میتونید اصلا این کار رو نکنید، از اون فیلد های از اون پراپرتی هایی که فیلد پشتیبان ندارن بیاین و استفاده بکنید، که خب این دیگه بستگی به در واقع بیزینس شما داره و اینکه از کدومش میخواین استفاده بکنید. این یه نکته. نکته بعدی که حالا باز همین تو این کلاس میخواییم کاملش بکنیم اینه که خب یعنی چی که یک پراپرتی هم گت داره و هم سلف داره؟ خب مثلا اگر یکیشو نداشته باشه چه اتفاق میافته؟ مثلا اگر SSN کد ملیش مثلا سلف نداشته باشه، خب این به چه معنیه؟ میتونید حدس بزنید؟ میتونید یک کلمه خاص در موردش به هم بگی؟ من میام یک پراپرتی تعریف میکنم با همین روش جدید، پراپ دوباره تب این ایج سن افراد. آیا ما سن افراد رو باید نگه داریم، باید ذخیرش بکنیم یا نه باید محاسبش بکنیم؟ چون اگه سن افراد رو بخواید نگهش دارید، هر روز این سن ها رو باید به روز بکنید، یا نه مثلا ساری یک بار بیاید مثلا هر چی سن هست به اضافه یک بکنید. خب این روش خوبی نیستش دیگه، این خیلی بار زیادی رو برای ما میاره. اما اگر شما تاریخ تولد رو ذخیره بکنید، خب یک چیز ثابته، تغییر نمیکنه. بعد هر وقت سن رو نیاز داشتی حساب بکنید، یعنی بگه که آقا سن شما میشه تاریخ امروز منهای تاریخ تولدت، این میشه پراپرتی سن حالا هر شخصی. خب حالا آیا ما واقعا باید برای ایج هم گت داشته باشیم و هم ست؟ بریم ببینیم، یعنی جور در میاد یه همچین حرکتی. من میگم یه پرسنی دارم پی یک مساوی با نیو پرسن، اوکی، پی یک داد پرست دیتش مساوی باشه با مثلا نیو دیت تایم، از اون برم میگم پی یک داد مثلا ایجش مساوی مثلا با یک دو سه چهار پنج. اصلا این بیمعنیه، شما نمیتونید که به یک شخصی هم بگید تاریخ تولدت چیه هم بگی سنت چیه، برای اینکه خب اون سن رو ممکنه اشتباه بدی، ممکنه تاریخ تولد اشتباه بدی، یا سن با هم مچ نباشن. بعد اینکه اصلا وقتی شما تاریخ تولد داری دیگه سن رو به دست میاری، نیاز نیست دوباره سن رو هم خودت بیای و مقدارش رو بدی، سن رو حساب میکنی. پس اینجا دیگه واسه ایج ما نباید واقعا اینجا گت و ست داشته باشیم، فقط باید گت داشته باشیم. F12 میام این ستش رو پاک میکنم، برمی راحت کامنت هم براش میذارم، سن اشخاص. خب یه کنترل کادی آوجران نایورد. خب حالا به این شکل یه بیلد بکن. خب یه بیلد هم انجام بدیم، ارور که نداره. نه اوکی، خیلی خوب. حالا الان ما ارور داشته باشیم، این شما از رود استوپش کردم، اینجا الان من ارور میده، میگه که p1.age نمیتونی مقدار بدی دیگه. شما چرا نمیتونی؟ چون ستش رو برداشتی. به این قضیه چی میگه؟ حتما تا الان حدس زدی، اگرم که متوجه منظور من نشده باشی، اون چهار کلمه آخری که توی این پیغام هست رو بخونی متوجه میشید. میگه که it is read only، این یک خصوصیت، یک پراپرتی فقط خوندنیه، read only، مثل فایل هایی که تو کامپیوترتون وجود داره و ممکنه خیلی جاها دیده باشین که یه فایل read onlyه. دقیقا اگر شما یک پراپرتی رو ستش رو ورداری، اون پراپرتی میشه read only و این به این معنی که نمیتونی بهش مقدار بدی، فقط میتونی مقدارش رو چاپ بکنی، میتونی از مقدارش استفاده بکنی، اما هیچ مقداری رو مستقیما نمیتونی بهش در واقع بدی. باز همین توی این کاردی که باز شده میبینی نشه int %age و داخل اکولاد فقط get رو داره، یعنی set نداره. این چه معنی میده؟ شما زمان که خودتون دارین با پراپرتی های خود .NET کار میکنید، حالا هر پراپرتی هست برای هر کلاسی، وقتی میبینی set نداره دیگه حرفه‌ای عمل کن و بهش مقدار نده. حالا خب من دیدم بعضی از بچه‌ها باز مقدار رو میدن، یعنی شاید قبول کرد، نه واقعا خب اینطوری نیست،
اینا همه قانون داره. وقتی میبینی صفر ننوشته براش دیگه مقدار نداره، بدون که این ریدوندیه. تو خودش هم احتمالا تو کامنت هاش و اینا میگه که من ریدوندی هستم، اگرم که نگم که خوشحالم بهش مقدار بدی، خب بهتون همین ارور رو دقیقا میده. میگه پراپرتی یا ایندکسر پرسن دات ایج cannot be assigned to، نمیشه بهش مقداری رو اساین کرد نسبت داد، برای که این فقط خوندنیه. خیلی اینه، من میام و کامنتش میکنم. حالا بریم ببینیم این سن رو چه شکلی باید بیاییم و حسابش بکنیم. این همه هی گفتیم باید نمیشه بهش مقدار داد و باید حسابش کرد، خب چی کارش بکنیم؟ خب ما یه دونه get داریم، تو این get چی رو return کنیم؟ خب من مثالی که همیشه میزنم خب به این شکله، میگم return بکن تاریخ الان رو، date time dot now dot، ولی سال تاریخ الان رو، یعنی الان چه سالی هستی، و اینو کم بکن، منها بکن از birth date dot، اون هم باز سال تولد. دو تا عدد سال رو، دو تا اینت رو از هم کم میکنی و این سنش به دست میاد به همین راحتی. بریم اینو چکش بکنیم. خب اینو من باز همین مقدار رو میدم. میبخشید چرا اومد اینجا، بیا اینجا. اوکی، سن رو که نمیشه بهش مقدار داد، اما میخوام سن رو چاپ بکنم. میگم که age مساویه با p1.h به همین راحتی. الان دارم get میکنم، الان بهش مقداری ندادم. خب میاد و خودش حساب میکنه، تاریخ الان رو حساب میکنه، تاریخ تولد رو حساب میکنه، این اصلا کم میکنه و یک عدد برای شما بر میگردونه. اما راه دیگه ای هم که میشه حالا در واقع دید و حالا مثالش رو ببینیم که به اون بهونه هم حالا بیایم و یک نوع داده یه دیگه رو هم باش آشنا بشیم، اینه که خب ممکنه شما بگین خب چرا اومدی اینا رو از هم کم کردی. اصلا ممکنه خودتون این کار رو بکنید، خودتون دارین کد می‌نویسید، همین کار رو میخواین انجام بدید. بعد من اینو یک کپی پیس ازش میگیرم و خب مثلا هم که مطمئنا نمیتونم باشم و اینو میگم مثلا age by year، فقط سن رو در نظر، فقط سال رو در نظر گرفته. اینجا میگم که بیا اصلا خب تاریخ الان و منهای تاریخ تولد بکن، یعنی ممکن شما اولین چیزی کاری که انجام میدی همین باشه، اصلا بگه datetime.now منهای birth date. اینم چون میگی سنه خب اینت میذاری، یعنی کاملا این طبیعیه که کسی که تازه شروع به کار کرده یه همچین کدی رو بنویسه، هیچ ایرادی نمیشه بهش گرفت، یعنی من که حداقل یه ایراد رو نمیگیرم. خب اما خب به شما یک ارور میده، اما اگر نتونین ارور رو درست بکنی اون موقع شما کارتون مشکل داره. برو ببین چی گفته. حالا توضیحات بالا که هیچی، اما این پایینش خیلی ساده نوشته، نشه cannot implicitly convert، نمیتونه به طور ضمنی خودش تبدیل بکنه تایپ system.timespan رو به int. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما int گذاشتی اما این ور داری time span تولید میکنه. time span چیه؟ اصلا نمیدونی چیه، ولی یک تایپیه و اینم میگه من نمیتونم int رو به اون time span تبدیل بکنم، پس چیکار خب بکنم؟ خب شما اگه باشین چیکار میکنی؟ اون int رو ور میداری، به جاش همین که این گفته رو میذاری، اوکی میگی time span، میزنیم میبینی که آره اینجا هم میارتش، پس اوکیه. حالا این کلاس یا استراکت میری روش وای میستی میبینی که استراکت مثل خود دی تایم. به حداقل الان مشکلت حل شد، داره کار میکنه. خب اوکی، این که شد age by year. حالا اینم آره اسمش مهم نیست، چون معمولا دوتا سن که نمیذاریم، مثلا نمیخواستن کامنتش بکنن. خب پس بذاریم اینم حالا آموزشیه دیگه، حالا سخت نگیریم یه موردو. age by time span. اوکی.
حالا میام اینجا، اولا که دیگه ایراد میگیره کدوم علامات میخواین، اینو میگم age by year باشه، همینو کپی میکنم، این پایین پیست میکنم، اینم که رایت لاین زیر هم چاپ میشن، اینم age by year age by time span. خب اینم time span. تا اینجا که ارور ندارم، دارم چاپ همینطوری، حالا من دارم خودم میذارم جای شما، همینطوری چاپش میکنم ببینم که چه اتفاق میافته. خب اون که همون 33، ولی این پایین یک عدد عجیب غریب طولانی که اصلا من نمیدونه چه شکلی باید بخونتش، یعنی به نظر خیلی عجیب میاد که حالا این چی هستش. ولی حالا من برای که کم براتون کار رو راحت تر بکنم، این نشه 12065. اوکی، این 12065 یک عدد بزرگ در این که تابلوه. خیلی خوب، این تو ذهنم موندش. میگم که خب این حالا از این حالت، من میگم اینو دوباره کپی میکنم و پیستش میکنم، میگم این پی یک یه دات دیگه بزن بینم بعدش چی داره، همون سومی از بالا میننشه دیز، دات دیز، و این میاد تعداد روزهایی که بین این دوتا تاریخ هست و برای من برمیگردونه. میگم اوکی، ایج بای در واقع این دیزه دیگه، تعداد روز هاست. دوباره چاپش میکنم، اوکی، این 12065 که 12065 که این بالا هم بود که گفتم تو ذهنمون بمونه، این تعداد روزهای اختلاف این، یعنی در واقع این شخص 12065 روزشه، اگه بخوایم به روز بگیم میشه 12000 روز، و این براتون برگردون. شما گفتین اون 33 خیلی مثلا کلیه، خیلی مثلا فقط سالها رو از هم کم کردی، این میاد به تعداد روز بهتون این آمار رو میگه. خب حالا که کار جالب تر شد، بریم و بقیهش رو ببینیم. ساعت، تعداد ساعت هایی که بین این هست که خب خیلی زیاد میشه، یا میلی ثانیه یا دقیقه یا ثانیه، این برای زمانیه که تاریخ هاتون خیلی به هم نزدیکه دیگه، برای تاریخ تولد نمیاد بگه که چند ساعت یا مثلا چند میلی ثانیه است. ساعت اینت برمیگردونه و میلی ثانیه هم اینت برمیگردونه، و ممکنه که مثلا اگر میلی ثانیه بزنم ممکنه تو اینت جان نشه، ممکنه هم که الان جا بشه. الان خب مطمئنا جا نشده چون عددش اصلا جور در نمیاد، یعنی اوورفلو شده، سرویس پیدا کرده و در واقع یه عدد اشتباهی رو داره بهتون میگه. اگر ساعتش کنیم، این هم همینطور. البته یه چیزی هم هستش، این در واقع میاد قسمت ساعت رو در نظر میگیره، یعنی که چند ساعت اختلاف داشته اون ساعت با ساعتی که الان هستیم. چرا؟ چون شما پیشورز تاریخ تولد وقتی به این شکل میدی تاریخش میشه صفر، یعنی میشه 12، و الان ساعت 7 در واقع 7 شب هستش که میشه 19، این 19 اختلاف در واقع اونه، و 22 هم که دقیقا همین الان ساعت 7:22 دقیقه است، این داره ساعت ها رو هم با هم جداگونه، یعنی در واقع میشه روز، اینقدر روز، و اینم خود ساعت رو با ساعت مقایسه کرده. من اون توضیح اولی که دادم معذرت میخوام، اشتباه بود، و اینم که احتمالا میلی ثانیه است، برای همه اینت برمیگردونه، چون خودش در واقع حساب فکر اینجاشو کرده که جا میشه در رنج اینت. اما یه چیز دیگه هم بود، من این توتال میزنم، توتال دیز، توتال آورز، توتال میلی سکند و چیزای دیگه، اینا دارن دابل برمیگردونن دیگه، چون اینا اون چیزی که من در واقع توضیحشون میدادم به نظر اینا میاد. بریم ببینیم توتال آورز، بله خب حالا این در واقع میشه گفتش که میتونه درست باشه.
12000 روز از این ور 289000 ساعت. این میتونه در واقع درست باشه و حالا با این دقتی هم که اینجا براتون داره نمایش میده. این ساعت همون چرا اینطوری شد؟ این ساعت ها رو دیگه ورش میداریم. اون توتال آورز اینم توتال دیز هم همون باید بشه. اینو من به این شکل نمیسم چون یه دیز داشتیم یه توتال دیز. اینا رو به هم مقایسه بکنیم و دیگه حالا این قضیه هم ببندیمش. بله 12.065 این هم 12.065 و با یک در واقع دقت باز بیشتر اون اینتش رو داره حساب میکنه، داره دابلش رو حساب میکنه، یعنی خیلی دقیق داره. اوکی پس در واقع شما میتونید به این شکل هم در واقع بیاییم و حساب بکنید. مهم حالا اون پراپرتی ریدونلی ما بود که حالا به بهانه اون اومدیم تایم اسپن رو هم اینجا با لوکاتی که داشت با هم دیگه دیدیم. و نکته دیگه ای که میخواستم بهتون بگم اینه که این تایم اسپنه داد مثلا چیزی به اسم سال نداره، سال بر نمیگردونه، یا حالا من الان اینجا ندیدم، ولی خب خیلی راحته دیگه. شما میتونید بیاین روزها رو بگیرید یک تقسیم بکنید و اونم نمایش بدید. این رو هم ببینید و دیگه از این واقعا بگذارید. میگم int days days مساوی با p1.age by time span dot دیزی که حالا این تم هستش، یا اصلا همون دابل رو در نظر میگیرم. پس این هم میذارم اشتباه. خب حالا میگم که باز دابل، چون دیگه دابلش کردم اینم دابل میکنم. خود سال چند سالشه میشه اون دیزه تقسیم بر 365 و اینو هم بیا و نمایش بده. خیلی خوب بریم ببینیم که اینو برامون چجوری میشه. اوکی اونی که فقط سال بود شد 33، اینی که حالا خیلی دقیقتر حساب کرد باز همون 33 هستش و بقیه حالا این مقادیری که آورده و دیگه خیلی دقیق برامون اومده و حساب کرد. خیلی خب این هم از این. میتونست اینجا هم اینت بذاریم و حالا تقسیم صحیح تقسیم اشاری انجام بدیم، ولی حالا اینم به این شکل تونستیم انجامش بدیم. خیلی خب پس ما در واقع تو این جلسه هم یک سری از آیتم های دیگر رو پیش بردیم با هم دیگه دیدیمشون و حالا باز توی قسمت بعدی میریم و این کلاسمون رو کاملتر و کاملترش میکنیم. تا جلسه بعدی خدا نگهدار.